دفتر مرجع علی قد رایتولال شیرازی مدظله در شهر مقدس کربلا پذیرای هیئت نمایندگی مؤسسه خیریه السراج المنیر بود. به گزارش پایگاه تلارحسانی دفتر آیتولال عظما شیرازی این هیئت طی ملاقات و گفتگو با حجت الاسلام شیخ ناصر الاسدی از اعضای دفتر معظم الله درباره فعالیت‌های مؤسسه السراج المنیر و اهداف آینده آن توضیحاتی ارائه کردند. همچنین حجت رسام الاسدی در زمینه اهمیت کارهای خیریه و رهنمودهای مرجعیت دینی درباره حمایت از ایتام و همچنین توجه به جوانان مؤمن به خصوص در مسئله ازدواج با هیئت میهمان به گفتگو پرداخت بر اساس این گزارش برخی از شخصیت های اجتماعی از جمله رئیس سابق کانون وکلا نیز در دفتر آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی در کربلای معلا حضور یافت و با مسئولان این دفتر به گفتگو نشست. در این ملاقات ها درباره اوضاع جاری و مشکلات ساکنان شهر مقدسه کربلا از جمله کمبود خدمات عمومی به ویژه در بخش رسانی و مسکن رایزنی هایی صورت گرفت. دفتر مرجعیت همچنین پذیرای جمعی از طلاب حوزه علمی امام حسین علیه السلام از شهر بصره بود که طی آن حجت الاسلام و سید مهدی شیرازی در جمع آنان به ایراده سخن پرداخت ایشان با اشاره به برخی از توصیه های مرجع راهل آیت الله العظما سید محمد حسینی شیرازی قدس سره در زمینه اهمیت برخورداری از اخلاق نیکو ضرورت کسب تقوا تلاش برای رفع نیازهای مردم و کسب درجات عالی علمی مطالبی را بیان کرد.